فواد صدامو داری؟ صدا تو دارم، بریم. Hey, can you hear me? I am in trouble. آقا بریم سراغ فضا با هم دیگه. بریم. یه چیزی که همیشه تو این داستان برای من جالبه که ما با هم دیگه صحبت میکنیم اینه که تو اصولا یه اخلاقی داری، یه اخلاق خوبی که داری اینه که تا ته یه چیزی رو در نیاری ولکن ماجرا نیستی، یعنی تا تهش میری. اخلاق بدم دارم مگه؟ نه ولی این خیلی خوبه. یعنی مثلا من خودم این مدلی هم، یه چیزی شاید مثلا تو یه جا نشستیم بهت میگم، مثلا میگم شنیدی فلانی مثلا داشته خودکشی میکرده مثلا، بعد یهو فردا تو علت خودکشی یارو رو نمیدونم سنگ قبرش و فلان و همه چی رو یهو تو مثلا یه دونه استوری برام میفرستی. بعد برای همین این بحثه خیلی باحاله، چون مطمئنم با کسی دارم صحبت میکنم و بقیه هم خیالشون راحته که ته یه چیزایی رو در آورده، هر رو شکمش حرف نمیزنه. برای همین آره برو بریم. تو اون خاطره رو دوست داری بگی اول خودت یا من یه ذره بگم؟ به نظرم خودت اصلا شروع کن بگو اونو. آره من اول بگم که من کلا از بچگی آدم کنجکاوی بودم، یعنی مثلا میگم من شبو نردبون میذاشتم میرفتم بالا ستاره ها رو ببینم و چند بارم خوردم زمین. بعد یه مجله بود اون زمان به اسم دانستنی ها، اولین بار من این یوفو یا بشقاب پرنده اسمش اونجا شنیدم. این هفته یه بار فکر کنم چاپ میشد، اگه اشتباه میگم ببخشید، ولی توی این مجله در مورد موجودات فرازمینی و اینجور چیزها خیلی مطلب می‌نوشت که اصلا من اولین بار اون موقع اینترنت اینا نبودی، اولین بار اونجا با این آشنا شدم که این چیه. بعد می‌رفتم توی آسمون و اینا دنبالش می‌گشتم که بشقاب پرنده پیدا کنم، ولی خب هیچ وقت ندیدم. تا اینکه یه روز، یعنی یه شب، ما داشتیم از ترکیه برمیگشتیم تو هواپیما. هواپیمام که میدونی خب من خیلی میترسم از هواپیما، اون خودش یه داستان دیگه است، درست نه؟ آره. بعد هواپیما کلی خودم ریلکس کرده بودم و اینا، بعد تو هم دیدم که خوابی، بعد منم کلا یکی بغلم خوابه شاکی میشه. بذار اصلا قبل اینکه اون داستانه رو بگی اینو بگم. آقا من ببین اصلا کلن، حالا این خیلی ربطی به بحثمون نداره ولی خب خاطره بگیم بد نیست، من اصولا پرواز کردن هواپیما رو موقع که بهش فکر میکنم اصلا کتم نمیره. چجوری میشه یه جسم انقدر سنگین اصلا چجوری این رو هواه؟ چرا چجوری نمیافته؟ اصلا این سوال منم خب. هست بابا چیه هم پاره با دوتا موتور تو هوا ما جونمون دادیم دست این، من نمیفهمم. ولی من موقعی که میرم تو چیز، موقعی که میرم تو قضیه دیگه اینجوری هم دیگه اومدی دیگه بخوای بهش فکر کنی و اینا، بخوای بمیری آقا بخواد سقوط کنه اون میکنه، بذار من حداقل خواب باشم که خواب به خواب برم. ولی تو قشنگ اینجوری میدونی چی میگم؟ بعد دیگه اون روز که بشقاب پرندم دیدی. آره ولی خب آخه ببین تو میگی من نمیترسم و اینا، وقتی آدم استرس داره که خوابش نمیبره، بعد من همش فکر میکنم از اون بالا دارم میفتم پایین. ببین خب؟ من تو همه تو شرایط خوابم میبره. من همین الان خیلی دارم لطف میکنم نمیخوام، من الان آدم اینجوری باشم. آره بعد من دیدم تو خوابیدی، منم شاکی بودم بابا این چقدر میخوابه تو هواپیما. بعد برگشتم یهو دیدم یه نوری داره همینجوری یه حالت زیگزاگی میره بالا پایین چپ راست حرکت میکنه، نوره شبیه نوریه که حالا احتمالاً توی فیلمایی که تو میذاری میبینن بچه ها، شبیه یه سکه نورانی توی فاصله دوردست، ولی شبیه هیچ تکنولوژی ساخت دست بشر نبود. بعد من اینا رو ویدیوشو توی یوتیوب دیده بودم، همشون همین شکلیه. یه دونه هست اتفاقا توی لندن گرفته یارو با موبایل گرفته اونو. یه دقیقه وسط حرفت بذار این ویدیو رو بذارم بچه ها ببینن، بعد با هم دیگه صحبت کنیم. Thank you.
آره ببین دقیقا همین چیزی که الان توی ویدیو دیدن همینو من دیدم و اومدم با شوق و ذوق برای تو تعریف کردم، بعد تو هم از خواب بیدار شدی گفت نه بابا دوباره گرفتی خوابی. ته ریاکشن تو آخه ببین من خودم یه چیزی که بهت بگم این بودش که من واقعا این ویدیوها که فرستاده بودی، اول که من الان همین به بسم الله بگم، من تو این موضوعا خیلی دیپ نرفتم توش، ولی چون تو رفتی پادکست امروز من خودم یه جورایی شنوندم، یعنی خودم دارم یه چیزایی رو الان میشنوم که خیلی برام جالبه، میدونی چی بهت میگم؟ و من این ویدیوی لندن رو تا قبل از این ریکوردی که الان ما هم دیگه داریم من ندیده بودم و بعد بزرگترین سوالی که برای من پیش اومد مثل اون ویدیویی که یهو وایرال شد تو تهران بادمجون میریخه آسمون، یهو همه گفتن داره تو تهران بادمجون میباره. آها داره بادمجون میباره، حالا سمت شهرک که میبینه باد طوفان چی اینو رو بلند کرده. او یه چیزی داره میبینه، یه چیزی داره یه اینجا. این یه ذره اون حسه رو ممکن بود بده، ولی من اینجوری بودم بابا این همه آدم تو خیابون دارن نگاه میکنن، دارن ویدیو میگیرن، دیگه این دیگه واقعا یه چیزی هست دیگه، مگه میشه؟ ببین در مورد اون بادمجون که گفتی الان، خب درسته الان با توجه به پیشرفت تکنولوژی اسپیشال افکت و سی جی و اینا خیلی راحت میشه اینا رو فیک کرد، در صورتی که تو همین یوتیوب هم نگاه کنی پره از این ویدیوهای الکی. خب ولی یه سری ویدیوها هست که اینا اصلا مال قبل اینه که مثلا اسپیشیال افکت و این چیزا وجود داشته باشه. از همه اینا مهمتر اینه که پارسال پنتاگون یه ویدیو رسمی منتشر کرد که اینو دیگه واقعا نمیشه گفت، خودشون منتشر کردن، مال ارتششون که گرفتن اینو، دوتا دارن با هم صحبت میکنن، دارن میگن که این چیه، یه روح هوا داره داستانش اینه که آره آره با دوربینه گرفتنش تو سرعت که جانمونن و میگن این چیه، میگه نمیدونیم چیه، و دقیقا بشقاب پرنده است، یه یوفوه. بذار اینم ببینیم، بذار اینم ببینیم. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. آره داستان اینجوری بود که ناو آمریکایی توی نمیدونم کدوم دریا بود و اقیانوس اینا، یهو میبینه که یه چیزی از زیر آب میپره بیرون با سرعت. خب بعد اینا با دوربیناشو شروع میکنن رصد کردنش، اینو پیدا میکنن، این چیزی که شما الان دیدین. و جالبه که حالا من اینم بگم که آمریکا هیچ وقت تایید نمی‌کرد که چیزی به عنوان یوفو وجود داره، اولین باره که چنین چیزی تایید میشه. حتی اینم بگم که آمریکا هلوش 70-80 سال پیش یا 60 سال پیش یه پروژه شروع کرده بود به اسم پروژه کتاب آبی یا بلو بوک پروژکت، این سریالش هم ساخته، نگه دیده باشی. یه پروفسوری بود آلن هاینک که خیلی معروف بود، اینا چیکار می‌کردن؟ اینا نیومدن پیدا کنن ببینن اصلا چیزی به عنوان یوفو وجود داره یا نه، اینا هدفشون این بود که این مدارک واقعی که به دستشون میرسه رو جعل کنن، بعد بیان به مردم بگن که نه این یه چیز دیگه بود، که مردم خیالشون راحت بشه شب راحت بخوابن. داستان این بوده. حالا برای اولین بار بعد این همه سال خود آمریکا برای اولین بار تایید کرده که چنین چیزی وجود داره و این خیلی مهمه، چون ما تا حالا هیچ کشوری تا حالا چنین چیزی رو تایید نکرده. خیلی وقتا گفتن که یه مثلا شی پرنده ناشناس، نمیدونیم چی. حالا همین حالا یه چیزی پرنده ناشناس، یه سوال ازت دارم، فکر میکنی اصلا چرا یه همچین چیزی رو نمیگن؟ مثلا اگه بگن چی میشه؟ فکر میکنی مردم هنوز آمادگی شنیدنش رو ندارن؟ یعنی فکر میکنن نمیدونم آخه مثلا خیلی جالبه برای من مثلا یه تو اخبار بگن یه همچین چیزی وجود داره، من به نظرم آدما حالم میکنن یا فکر کنی میترسن، نمیدونم. حالا من یه سوال دیگه از تو دارم، چرا همش آمریکا؟ یه کاریکاتوری بود که جوری که فرازمینی ها کره زمین رو میبینن بعد فقط آمریکا رو میدیدن توش، چرا فقط آمریکا؟ چرا ما در مورد کشور دیگه نمیشنویم؟ فیلم ها که از آمریکا میاد. خب ببین آخه یه قضیه هم هست دیگه، خب بزرگترین پایگاه داستان نساه که اونم خب تو آمریکا دیگه، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی تو هر چیزی میخواد از این قضیه بیاد بیرون خب طبیعتا بیسش اونجاست. خب روسیه هم داره، چین هم داره، ولی ببین مسئله اینجاست که من خودم حالا نظر شخصی من، من فکر میکنم که آمریکا ما الان خودخواه شدیم.
آره آمریکا که میگی خودت میری ناخودآگاه اون دست. آره. ببین آمریکا به خاطر آزادی زیاد از حد رسانه‌هاشه که این خبرو درس پیدا میکنه. ممکنه تو کشورهای دیگه هم باشه ولی به خاطر جلوگیری از انتشار خبرها این خبرها به دست کسی نمیرسه. ضمن اینکه مردم آمریکا کلا عاشق سرگرمین. خب یعنی موضوعات براشون جذاب، کنجکاون، دنبال میکنن و حتی یه پایگاهی دارن اونجا موفان اسمشه. یعنی تمام مدارکی که برای بشقاب پرنده سازمان خصوصیه، بشقاب پرنده جمع میشه میاد اونجا. یعنی چندین سالی که دارن فعالیت میکنن، تو کشور دیگه نیست. مثلا تو همون ترکیه که تو هستی، من اون یه مدتی که با هم بودیم من داشتم تحقیق میکردم که آیا اونجا پایگاهی داره من برم مثلا کنجکاوی برم ببینم چه خبره. بعد دیدم که داشته، یه پروفسوری بوده که جمع شده دیگه نیست. فکر کنی مثلا یه چیزی بوده که انگار امنیتی بوده یا یه مشکلی داشته که قطعاً یه مسئله امنیتیه، به خاطر اینکه خب ما هر چیزی که نمیدونیم چیه ازش میترسیم، طبیعیه، نمیدونیم چه ریاکشن نشون بدیم و خب 100% امنیتیه. حالا در مورد اینکه اصلا وجود داره وجود نداره هر کس میتونه نظر بده. ولی یه چیزی، ولی قطعاً تو سوال منو با سوال جواب دادی، این کارا رو من با کیارش کردم رفت رو نروش، ولی ایراد نداره. ولی سوال منو جواب بده واقعا، فکر میکنی آقا چرا اصلا این قضیه رو انقدر مثلا پنهون میکنن؟ مثلا چی میشه مثلا یه نظرت ها فکر میکنی چی میشه آدمو بفهمن هست؟ ببین فقط یه چیز میتونه باشه، اونم اینه که تو توی خانواده ای وقتی بفهمی که تو به عنوان بچه توی خانواده فکر میکنی پدرت تصمیم گیرنده اصلی خانواده است و قدرت اصلی رئیس خانواده است، ولی وقتی که از یه جایی به بعد احساس کنی نه قدرت از دست اون خارجه، دیگه بهش احترام نمیذاری. جالب بود چیزی که گفتی، خواهش میکنم. باریکلا. ولی سعی کردم مستقیم نگم دیگه، اینجوری توی استعاره و اینا. ببین ولی بحث این که اصلا آدم بهش اعتقاد داره، اصلا حتی نه چیزی ندیده باش، به نظر من حتی اگه هیچ کدوم از این ویدیوها رو هم ندیده بودم، هیچی نمیدونستم، قطعا میتونستم حدس بزنم چیزی، یه موجود فرازمینی، حالا اسمش هرچی، وجود داره. دلیلش هم اینه که خود ما یه سوالیم، اصلا ما کی هستیم؟ شاید فرازمینی ما رو ببینن بترسن، میگن اینا کیان؟ یعنی چی میگم؟ ما نمیدونیم دور برامون چه خبره. ولی باید چیزایی وجود داشته باشه. ولی واقعا یه لحظه به این فکر کن. اول که من به این داستانه همش فکر میکنم که تو فکر کن کائنات کلا، تمام این سیستم، تمام منظومه شمسی که خودش میشه یه نقطه، توی یه ویدیو هست دیدی تا یه جایش هی میاد بیرون کل مثلا منظومه شمسی تازه میشه یه کره توی مثلا میلیون ها کره دیگه. واقعا سوالی که الان من اصلا دارم که جوابشم هیچکی نداره، مگه میشه تو کل این داستانه فقط ما انسان ها و حیوان ها و سگ و گربه و مثلا گیاه ها داریم زندگی میکنیم؟ اصلا به نظرم غیر عقلانیه یه چیزی. و حالا تو فکر کن دوتا داستان موازی داره میره جلو، که حتی من یه جا اینو خونده بودم، چون خونده بودم جالب بود اینو میگم اینجا، شاید اصلا غلط باشه، ولی میگن انقدر این داستان بزرگه خب، که احتمال این وجود داره که تو یه جای دیگه این کلن سیستم یه فواد و یه پاشایی دارن با هم دیگه صحبت میکنن راجع به این داستان. یعنی انقدر این قضیه بزرگه که آدز این وجود داره که میشه جوانای موازی. حالا بخوام وارد اون بشم. آره این داستانی که تو داری میگه خودش یه پادکست دیگه است واقعا. آره ولی اینو می‌خواستم بهت بگم، حالا فکر کن، حرفم داشت یادم میرفت، فکر کن
اونوری هم همینن دیگه، اگر وجود داشته باشه اونا هم اینجوری هم به جز ما کس دیگه ای هست. بعد فکر کن مثلا اون یارو سفینه رو، اون مشقاب پرنده رو فرستادن نگاه کنه که بره بهشون خبر بده، بعد ما هم میدونی انگار دوتا چیز وجود داریم، هی میخوایم همدیگر رو پیدا کنیم نمیتونیم، میدونی خیلی عجیبه. نه من بذار یه چیزی بگم، من احساس میکنم که اگه اون کسایی که میان از ما بازدید میکنن قطعا شاید بگم 100 سال که نشه، هزاران سال از ما جلوترن تمدنشون که میتونن بیان ما رو بازدید میکنن، چون ما نمیتونیم بریم اونا رو بازدید کنیم. خب حتی اینو بگم که توی آثار باستانی از 40,000 سال پیش این نشونه هاش بوده توی سنگواره ها، اینو دیدم یه سری پشمام، این خیلی عجیبه. بذار عکسش رو اینجا ها میذارم بگو. یا مثلا یه سری شکلایی بوده که روی زمین کشیده، شکلای هندسی که این شکلا زمانی کشیده شده که هنوز آدم ها فکر میکردن که زمین مثلا صاف مسطحه، یا اینکه اصلا نمیدونستن چیز به عنوان فضا، ستاره اینا وجود داره. هنوز مثلا خدای باران و خدای ابر و خدای ستاره اینا رو میپرستیدن. این اصلا 40,000 سال پیش علمی به اون شکل وجود نداشت. خب در اون زمان این شکلا بود، شکلای هندسی بوده، یا چون سنگواره هایی که توی غارا و توی تمدنای قدیمی بوده یه شکلایی بود دقیقاً شبیه همین موجودات فرازمینی که تو اصطلاح بهش میگن موجودات خاکستری، که اکثرا هم شکلاشون شبیه هم توصیف میکنن. حالا مشخص مثلا سرشون گلابیه، چشاشون گربه‌ایه، پوستشون خاکستریه. ببین میخوام بگم که یه چیز نوعی نیست، 40,000 سال پیش این چیزا بوده و حتی میگن که اینا ما رو دستکاری کردن، یعنی که ما قرار نبودن قرار باهوش بشیم، اینا ما رو دستکاری کردن. این تئوریایی که میگن نمیدونم حالا چقدر حقیقت داره، هیچ وقت هم نمیشه فهمید. حتی بگم یه چیز جالب، یه دینی وجود داره، دین رائلیان اسمشه. این دینه میگه که من موجودات فرازمینی میپرستن، خیلی مسخره است البته، و یه پیامبر دارن. همین الان یعنی وجود داره، پیامبرشون تو فرانسه زن. آره یه خواننده‌ای بوده الان پیامبرش، آره نمیدونم شاید مشکلات روانی داشت. خلاصه چیز عجیبی وجود داره که ما ازش خبر نداریم. ولی همین، من کلا با داستان این ماجرا، یعنی بهش که فکر میکنم، حالا الان اینجا یه پاورقی بدم که اصلا فرق گپ زدن من و تو با فرق گپ زدن من و کیارش چیه، چون شاید یه سری ها فکر کنن این دوتا همراستاست، در صورتی که خب یعنی متفاوته از هم دیگه. ما داریم راجع به خب آخه اون آره اون میشه اسکری ترسناک، این معما اجرایی این میدونی. ببین ما داریم راجع به سه چیزای صحبت میکنیم که ازش ویدیو داریم و داره نشون میده، ویدیو هست. خب با کیارش داریم راجع به چیزای صحبت میکنیم که ازش ویدیویی نیست و یه سری حدس و گمانه، اگرم هست میتونی تقریبا بگی 99.9% افتر افکتیه، چون اون چیزو نمیتونی ببینی. توی داستان ما الان مثلا این که اینجوری رو آسمون داره میره، اینا اینو گرفتن دیگه. و یه چیزی که الان خوب شد بحث باز شد، اگه راجع به این چیزی داری که بگو. آره میخواستم بگم که مثلا تو همین موضوع یوفو من به شخصه نمیترسم، یعنی برام جذاب و خب ولی تو خود اپیزود با کیارش رو ندیدی. نه من خب از اولم گفتم نگاه نمی کنم به خاطر اینکه ببین در مورد یوفو میدونم جواب چیه، میدونم هستن، در مورد اون چیزا نمیدونم اصلا، هیچ کس هم هیچی نمیدونه، همه چیزا، برای همین ترجیح میدم یه سوال دیگه به سوالای ذهنم اضافه نکنم. حالا اینو میخواستم بهت بگم، میخواستم بگم اوباما تا جایی که یادمه، حالا تو بگو، دعوت شد یه لیت نایت شو چند وقت پیش اگه اشتباه نکنم، که بعد موقعی که فهمید موضوعی که میخوان باهاش صحبت بکنن راجبه همین فرازمینی ها و این داستان حالا چه میدونم بشقاب پرنده و چیزا این مدلیه، مصاحبه رو رد کرد، یعنی نیومد، حاضر نشد که راجبش صحبت بکنه. و این باز خودش آره. اینم یه ذره شک و اینا میاره. So did you look, did you see, did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. All right. توی آمریکا یه منطقه وجود داره، فکر کنم میدونی، منطقه 51. Area 51. آره. یه منطقه ممنوعات، خیلی هم بزرگه، حتی تو گوگل مپ هم بری نمیتونی ببینیش، اجازه نداری. اونجا همه کاراشون اونجا انجام میدن.
حالا خوبه وارد این داستان شدی. من یه چیز، یکی از توی این ترمای فرازمینی برخورد با موجودات بیگانه اسمش میگن close encounter، یعنی برخورد نزدیک اسمشه. خب یکی از مهمترین برخوردهای نزدیک که عکساش هم توی روزنامه ها چاپ شد حادثه روزولت بود 1947. یه بشقاب پر، یه دونه یوفو افتاده زمین و سرنشیناش مردن. خب بعد اینا رو برداشتن بردن منطقه 51 جسدا رو. فیلماش هست تو یوتیوب. یه سری فیلم‌ها فیکه، یه سری فیلم‌ها واقعیه و خود سفینه، خلاص سفینه اسمش هر چیزی که هست، یه ذره آسیب دیده بود، بردن اونو تعمیر کردن و از اون موقع اون اونجاست و هیچ کس هم دسترسی نداره به اونجا. حتی رئیس جمهورا تو مثلا همین ترامپ بهش گفتن که در مورد فرازمینی و اینا، گفت من نمیتونم چیزی بگم، چون اینا 8 سال میان میرن، یعنی حتی به اینا اجازه نمیدن خیلی اطلاعات داشته باشن، دست اینا هم نیست. خب یعنی میخوام بگم موضوع اینقدر امنیتیه. There are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? Oh. You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? کلینتون هم همین بود. ازش پرسیدم با خنده جواب داد، جواب سوالو نداد. خب میتونم بگم نه چنین چیزی وجود نداره. خب ولی خب میخنده، یعنی چی؟ یعنی وجود داره، من نمیتونم بگم. چقدر عجیب. ولی فکر کن مثلا داری یه دونه آبجکت، یه شیئی رو داری میبینی که اینو انسان نساخته. خیلی عجیب نیست؟ مثلا فرض کن این واکی تاکیه، اینو میدونی بالاخره یه محمد آقایی توی کارخونه بالاخره اینو درست کرده. خب ولی فکر کن مثلا این از یه کره دیگه، یه سرزمین دیگه اومده اینجا. مثلا آیا پیچش همین شکلیه؟ این آنتنش همین شکلیه؟ اصلا میدونی منظورم؟ نه اتفاقا توی این، آره توی این کلوزینگ کانترایی که داشتن، مواد اول، موادی که توی متریالی که وجود داشته رو آزمایش دادن، دیدن اصلا اینو توی مواد طبیعی کره زمین وجود نداره. یه چیزایی پیدا کردن که اصلا نبود. و خب اینم دقت کن که هر کشوری، هر حکومتی به این مواد دست پیدا کنه، بعدها میتونه از روش بسازه و توی تکنولوژیاش استفاده کنه. مثلا از یه مواد طبیعی که توی یه دونه سیاره دیگه وجود داره و توی زمین نیست. خب اصلا همون سفینه هاشون که اونجوری حرکت میکنه، شاید به خاطر اون موادی که بدنش ساخته شده است اونجوری حرکت میکنه، ما نمیدونیم. یه چیزی دیگه هم که من خیلی مهمه باید بگم در مورد یوفو ابداکشنه. چون فقط اینجوری نبود که اینا بیان رد شن و ببینن و ما ازشون فیلم بگیریم، خیلی ها رو دزدیدن. خب اینو میدونم چی رو میخوای بگی. زنه رو میخوای بگی نه؟ آره زنه مهمترینشه، یکی از مهمترین هاست. اینا این زنه میگفت مثلا از بچگی منو میدزدیدن. میدوزیدن که یعنی میگفتش که میومدن مثلا بالا سر خونه من، توی نوری که ساطع میشد من یهو میدیدم توی سفینه‌ام نورانی بود و اینا چجوری با هم حرف میزدن با تلپاتی. یعنی میگفت بدون اینکه لبامونو تکون بدیم یه سری چیزا تو ذهن من میومد، من جوابشون با همون چیزای ذهنی بهشون میدادم. ببین فکر کن یعنی تمام تصویرایی که الان حالا بچه‌ها احتمالاً دارن اینو میبینن و میاد تو ذهنشون، همه اون کلیشه هایی که وجود داره همش واقعیه. یه دایره بزرگه که رو هواه، بعد یه نور مثلث شکل اومده، یکی اون زیره یه میره اون بالا. فکر کن همه اینا درست و دقیق و واقعی باشه، چقدر چیز عجیبیه. خب ببین فیلم ها رو از رو همینا میسازن و الان یارو از کجا فهمیده که چنین چیزی نوری وجود داره؟ اینا رو شنیده دیگه، از رو همینا میسازن. معروف ترین فیلمی که میتونم بگم برخورد نزدیک از نوع سوم مال اسپیلبرگه که اصلا اگه هر کی ندیده بره ببینه، تازه اونجا میفهمه داستان چیه. یا فیلم مثلا ارایوال هست که مال دنی ویلنو همین 4-5 سال پیش اومده بود، مثلا دیدی در مورد زبانشون و اینا. اینا فیلمایی که واقعیت اینه که تقریبا از رو واقعیت ساخته شده. حالا مثلا ارایوال نه اونجوری، ولی نگاه کن اینا با تلپاتی با هم دیگه صحبت میکردن. و یه چیزی هم هست مثلا طرفت، یه چیزی هم که هست، من احساس می‌کنم این فیلم‌ها داره میاد که مثلا یه ذره می‌دونی آدما بک ذهنشون آماده بشه که یهو شاید مثلا 100 سال دیگه 50 سال دیگه یهو بفهمی هست و تو زمین ناخودآگاهت
از بچگی تی دیدی دیگه، میدونی چی بهت میگم؟ الان مثلا من خودم به عنوان یه آدم عادی که داره زندگی میکنه، اگه بزنم مثلا شبکه خبر به که اولین موجود فضایی مثلا در تایلند، حالا چرا تایلند؟ در مثلا اولین جا رفته جا خوبه موجودات فضایی، حالا این همه کشور تایلند چرا؟ داره حالا آقا اولین موجود فضایی اصلا در ایران، کشور خودمونو میگیم، مثلا دیده شد من خودم حال میکنم، برام جالبه، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی اصلا آره ببین تو حال میکنی، ولی خب تو خودت نمیتونی با همه آدما مقایسه کنی. آدما یه حاشیه امنیتی میخوان و همیشه میخوان تو اون باکس زندگی کنن دیگه، احساس کنن یه خطری تهدیدشون میکنه از هم میپاشن و دیگه تو نمیتونی بهشون بگی که نه آقا مثلا اینجوری قبول نمیکنن، از لحاظ روانی از هم میپاشه دیگه، انگیزه زندگی کردن نداره و این خب جامعه رو تحت فشار میذاره، باعث خطره، برای همین خب سعی میکنن که نگن. ولی واقعیت اینه که خب دیگه الان تو این دوره‌ای که ما زندگی میکنیم با اینترنت و ماهواره و این جور چیزا دیگه نباید عجیب باشه، یه دکمه بزنی کلی ویدیو میبینی. حالا زمانی که مثلا من دارم بهت میگم بچه بودم یه مجله بود ما اونجا میخوندیم، چیز خاصی نبود. در مورد اون خانومه داشتم میگفتم مهمترین بخشش اینه که بعد که مثلا میاد تعریف میکنه و اینا میان روش تحقیق میکنن، بعد یه مدت میبینن که یه چیزی توی بدنشه، خب غیر از حالا نشونه ها این مثلا علائمی که روی بدنش بود که اینا همه نشون میداد که واقعی داستان، و حتی اینم بهت بگم یه چیزی با اشعه فرابنفش کشف کردن روی بدنه جای سه تا انگشت. Hemos visto que no contiene nitrato de fósforo, que de manera natural puede dar la fluorescencia. Es una materia muy particular. بردن آزمایشگاه دیدن که این یه ماده‌ایه که اونا به بدنشون زده بودن که وقتی که با انسان تماس برقرار میکنن مثلا مریضی ها رو نگیرن، یه ماده مثلا ضد عفونی کننده بود، یه چنین چیزی بود. بعد میبینن که تو بدن این زنه جنین وجود داره، یعنی حامله است. Tener complicaciones con el feto y lo que encontró el médico fue algo espantoso. Un híbrido entre humano y otra raza. Se grabó todo el proceso. حالا باز خود این تصویرام چقدر درسته، ولی خب من خیلی جا خوندم، من یادم چندین سال پیشم خیلی بحث شده بود در مورد این موضوع. به هر حال تا چیزی نباشه چیزی نمیگن، اینم باید در نظر بگیری. خلاصه سقط جنین میکنن و این موجود خوشگل جذاب و که خیلی زیباست، ولی حالا یه فکر مرده به دنیا اومد، کاش بزرگ میشد میدیدیم چی. حالا یه سوال من ازت دارم، تو فکر میکنی که اگه بهت بگن یه سفر بی بازگشت دیگه نمیتونی برگردی، خب میری چیز سواره یه دونه بشقاب پرنده به اصطلاح میشی بری دیگه نمیتونی برگردی؟ بی بازگشت رو نمیرم، ولی اگه منو همون جایی که سوار کردم پیاده کنم برمیگردم، یعنی میرم باشون. آخه بی بازگشت این با مرگ فرقی نمیکنه دیگه، یعنی برم اونجا چیکار کنم؟ تو این دنیا آره دیگه، میشه گفت توی این دنیا عمرت تموم میشه، ولی اینکه میری اونور چه اتفاقی میفته، فکر کن همه این فیلم‌ها درست باشه، فکر کن میری توی دنیایی بعد برجا همه عجیب غریب رفتن بالا، بعد مثلا دیدی پولا همه نور از روش داره رد میشه، سفینه ها دارن پشت سر هم دیگه میان، اصلا خیلی اصلا اگه همون باشه خیلی عجیبه. ولی من ترجیح میدم بمیرم، چون برم اونجا باید از صفر شروع کنم، اصلا نه زبونش رو بلدم نه میدونم چی به چیه، زبون نمیخواد دیگه، تلپاتی با حرف میزنن. اگه اینجوریه، اگه اینجوری از من پذیرایی میکنن میرم. یه دمی فرابنفشی دوره هم داغ میکنین میخورین دیگه اوکی. نه اگه اینجوریه آره میدم، ولی غیر از اون نه. خب این پروژه بی بازگشت الان هم هست و توی مریخ یه چند سالی هست ثبت نام کردن، از ایران هم 4-5 نفر رو بردن، اینا رفتن البته اینو برای علم رفتن این کارو بکنن، ولی اینکه بری توی سیاره دیگه زندگی کنی یه داستان دیگه است. من تا یه چیزم شنیدم که در واقع آرمسترانگ که میره ماه با احتمالاً با اون دوستی که حالا رفتن اونجا و یه اتفاقای افتاده و اینا چیزی دیدن حتی، که بعد جلوشو گرفتن که مثلا صحبت نشه راجبش، یعنی این هم من شنیدم راجبش. آره آره نکته خوبی گفتی، چون توی خیلی از ویدیوهای ناسا همین الان هم بریم ببینین ویدیوهایی که از فضا گرفته، گوشه‌ها یه چیز می‌بینی داره میره. همین چند وقت پیش، یک سال پیش بود فکر کنم، اسپیس ایکس که داشت
میرفت و همه داشتن لایو میدیدن، تو همین لایو من یهو دیدم یه چیزی داره اون گوشه میره و یهو کات دادن تصویر بردن یه جا دیگه. بعد زدم تو یوتیوب دیدم آره همه از این عین صدا و سیمای ما که مثلا یارو کاستاریکا گل میزنه یهو دختر اجری میکنه یهو یه آباژور مثلا تو افق نشون میده، دقیقا همون حاله دیگه. آره ببین اونی که میره فضا یه قطعا این چیزا براش عادیه و دیده و خب اصلا میره فضا تو خود حساب که از اون بالا داره اون زمین انقدر میبینه خودش عجیبه دیگه، این چیزا نباید خیلی عجیب باشه براش. برای مایی که این پایین هستیم و کارهای رو زمینی انجام میدیم یهو یه چیز به این عجیب و غریبی من از برامون هضمش سخته واقعا. آره قبول دارم. و حالا من یه سوال از بگو یه سوال دارم، این که خودت این کارو میکردی؟ ببین آخه من چرا این سوال ازت پرسیدم به خاطر اینکه این ماجرا و کلن این مبحث برای تو خیلی جذابه. یعنی من میتونم بگم نه که برای من نباشه، من خودم خیلی برام عجیبه، منتها تو میگی از بچگی درگیرش بودی، من این کارو نمیکردم. من این سوالو تو برنامه با کیارش اگه ازم بپرسه اونجا شاید جوابم آره باشه، خب ولی اینجا نه، به خاطر اینکه دوست دارم همینجا اتفاقی بیفته بفهمم چیه دیگه. چون شاید اون تصویره که تو ذهنمه اگه همین تصویری که الان ساختم میری همه سفینه ها عجیب غریبه اینا اگه همون جوری باشه و بهم بگن آقا میری همین جوریه، مثلا من تصویری که ازش دارم یه لاس وگاس ابر مدرنه، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی این لاس وگاسی که الان خودش مدرنه رو ضبط در 10000 کن قطعا اونه و همه ماشینا با یه فاصله یا رو زمین دارن میرن یه صدای اینجوریه. خب اگه اون باشه شاید برم، یعنی بهم بگن همینه، ولی بازم من فکر کنم. ولی تو بیشتر ترجیح میدی که بری تایلند موجود فضایی ببینین تا بری؟ آره من ترجیح نمیدم تایلند موجود فضایی ببینم. آره ولی مثلا داری ماساژ میگیری بالا سر موجود فضایی رد شد؟ نه اونجا نمیخوام ببینم، اونجا میخوام ریلکس کنم، اونجا چیل. آقا حالا چیزی که میخواستم بهت بگم اینجا نوشته بودم یه ویدیوه که دیدم و در واقع خودت بهم گفته بود اینو، اینو میگن ایرانه. منم شنیدم ایرانه، من نمیتونم تایید کنم و میتونم بگم اگر این ویدیو واقعی باشه و اگر ایران باشه واقعا یکی از خفن‌ترین ویدیوهایی که تا حالا از یوفو گرفته شده. خب ولی من یه چیزی بهت بگم، من میگم 99.9% این ویدیو ساختگیه. اصلا ببین اصلا سفینه از اینجا همون دیگه خیلی عجیبه، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی اصلا داره زیرش رو میگیره، نور زیرش، آتیش زیرش، همه چیش توشه. ولی دمشق هم خوب ساخته، هرکی بوده. آره این چرا تو سینمای ایران نیست؟ ذره فیلمامون از این حالت آبروخیاری در بیاد. بیا ما استفاده کنیم ازش. چرا نمیگه کیه؟ ولی در مورد ایران گفتی، بذار اینو بگم که ایران یکی از معروف‌ترین این کانترای که داشته 1355 قبل انقلاب بوده که یه خلبانی اعلام میکنه که آره یه موجود یه یوفوی داره توی آسمان تهران میره و اتفاقا بالای فرودگاه مهرآباد بوده و اینا با جنگنده میرن سراغش و اینا، بعد میبینن سیستمشون یا خاموش میشه نه و این ثبت شد. آره ثبت شده است، حتی مستندم ازش دیدم، یادم نمیاد کدوم شبکه. این یکی از معروف‌تریناشه، یکی از معروف‌ترین مدارکی که از یوفو توی ایران هست. بعد انقلاب بازم دیده شده، بازم بوده، ولی خب به اون شکل چیزی، یعنی مثلا مدرک قابل لمسی که ویدیو باشه اینا دیده نشده، یا اینکه نمیشه با قطعیت گفت ایرانه. من حتی یه جای خونده بودم که توی کرمان دیدن که یه بشقاب پرنده سقوط کرده، یعنی خورده به کوه منفجر شده، یعنی دیدن. و چند وقت پیشم اگه یادت باشه تو چند تا شهر گفتم ما چنین چیزی دیدیم، بعد اومدن گفتن که نه این مثلا پدیده وارونگی بود و از این جور چیزا. آقا من حالا من نمیدونم چقدر درست بوده. الان یادم افتاد، من همین الان یادم افتاد یه چیزی. یه خانومی بود رفت و آمد داشت، یعنی خانوادگی و اینا، یه بار اومد خونه ما، بعد گفتش که یه آژانسی داشته منو میو برده
بعد آژانس تو راه داشته باش صحبت میکرده که من نصف شب دیشب 3 موجود فضایی دیدم توی مثلا نمیدونم جنگ داشته یه جای مثلا لواسون و اینا مثلا رد میشده، یکی رو میبرده برسونه مثلا خونش، بعد میگفت تو راه برگشت که داشتم میومدم مثلا دیدم از تو درخت دقیق از زیر مثلا چیز این 3 نفر مثلا نگاه، بعد دویدن انگار رفتن، یا مثلا نمیدونم یه حالت اینطوری اتفاق این مدلی افتاده بوده. من اینم یهو الان اومد تو ذهنم، گفتی کرمان و مثلا ایران و اینا، یهو دیدی اصلا تهران انا جمع شدن یه خونه تیمی دارن دور هم دیگه نشستن. نه واقعیت اینه که ممکنه الان من خودم ببینم الان باید به کجا زمین بزنم، واقعیتش زمین بزنم به کی بگم 125 رو بگیم. نه دیگه زمین بزنم میان با من میبرن تیمارستان، میگن دیوانه شده این. خب توی امریکا یه سازمانی هست بهش زمین میزنی، مدارک جمع میشه، میان ازت سوال میپرسن، اونجا هست. خب بخاطر همینه که تو امریکا اینقدر سر و صداش بیشتره. من الان به کی بگم اگر دیدم، یا اون آقایی که تو میگی چنین چیزی رو دیده، اول بگم بعد بیام ببرنش عقلش رو چک کنم ببینن که این سالمه نیست، بعد که سالم بود میگن نه واقعا چنین چیزی دیده. چون واقعیت اینه که خیلی خوب توهم میزنن و فکر میکنن واقعیته، این هم هست. آره تو خودت اگر این سه تا موجود فرازمینی رو ببینی مثلا با ماشین ببینی، بعد بگم وایس تو چی کار میکنی، چه حالی به دست میده؟ ببین من اولین کاری که میکنم، مطمئنم اولین کاری که میکنم استوری میگیرم. یعنی قشنگ گوشی رو برمیدارم استوری میگیرم. و ولی خب این دو تا منظور داره دیگه، حالا استوریه که همون لحظه شیر میشه، ولی خب بعد یعنی ویدیوش هم داری دیگه، یعنی اولین کاری که میکنم ویدیو میگیرم. خب بعد دیگه ببینم اگه هنوز بودن میترسم واقعا، بعد از اینکه ویدیو گرفتم یه ذره میترسم دروغ چرا، ولی بعد یهو سعی میکنم بگم هلو، ببینم به کدوم زبون حرف میزنم. نه ولی من میدونم، من فکر کردم ریاکشن تو چیه، بگم چیه، تو اصلا متوجهشون نمیشه چون همیشه سر تو خم تو موبایلی، چجوری متوجه فرازم نیامیشه؟ آره ولی خب باز اون صدایی که داره میاد، تو خودت حالا چیکار میکنی جدی؟ ببین قطعا که من با این همه علاقه که دارم، اگه مثلا یه دونه یوفو ببینم که هیجان زده میشم، خوشحال میشم. نه اون ستا بیان سراغت، اونجا قطعا رنگم میپره و امکانش هست شلوارم خیس کنم. ولی فیلم نمیدونی نگیری؟ فیلم چه؟ اون لحظه تو انقدر وحشت میکنی دستت میلرزه، فیلم چه؟ فقط میخوای فرار کنی، فیلم کجا بود؟ نمیدونم، شاید منم تو اون لحظه فرار کنم، ولی فکر کنم فیلم میگیرم. تو قیافه اونا رو ببینی قشنگ مطمئن با شلوارت خیس میشه. تو حساب کن یه سری آدم با سر گلابی، با مثلا پاهای ریز، با قد کوتاه. مثلا برای مثال الان این ویدیویی که دیدیم مکزیک بود اگه اشتباه نکنم، این داستان پس یعنی ناکن همه جای دنیا، رفرنس به اون حرفی که اون اول داشتیم میزدیم، پس فقط آمریکا نیست، یعنی همه جای دنیا داره این اتفاقه میفته. برای همین نمیدونم، من احساس میکنم همه اینا یه بازیه که داره ذهنو آماده میکنه برای اینکه آقا اگه اومد جا نخورین، حالا هر کی تو کشور خودش. در مورد بازیش مطمئن نیستم چون اینا ویدیوهایی که مردم گرفتن، ولی در مورد مثلا فیلم‌های سینمایی که ساخته میشه چرا؟ چون به هر حال هالیوود یه قدرتی که پشتشه خیلی با برنامه‌ریزی کار میکنه، ولی من نمیگم، یه چیز واضحه. واقعاً یه مسئله یه ولی... الان همون هالیوود داره کانجرینگ هم درست میکنه که تو نگاه میکنی شلوارتو خیس میکنی، پارانورمال اکتیویتی هم داره درست میکنه. چرا اون شاید نباشه ولی این باید باشه، میدونی اینم هست دیگه. نه همش نمیشه به تئوری توته بهش نگاه کرد که داره یه اتفاقی میفته. 90% هالیوود سرگرمیه که میخوان پول در بیارن، این پروژه‌ای حالا مثلا با
بشقاب پرنده براشون یه پروژه‌ایه که پول دراره. همین الان هر سال حداقل یکی دو تا فیلم در این زمینه ساخته میشه. واسه معروف‌ترین چیز داستان ستار وارز دیگه، جنگ ستارگان دیگه. آره، اون حالا یکم مثلا تخیلی تر، ولی مثلا مستندا ببین چقدر ما مستند داریم. یکی از بهترین مستندایی که من اخیراً دیدم Unacknowledged اسمشه، مستند خیلی خوبیه، حتما ببینید مستندو. There have been ET visitation and people have been attempting to conceal this knowledge. We actually did recoveries of bodies that were involved with some of these crashes. I said, well, you're going to tell the public about it. And he says, no, we don't tell the public about this. There began to be this bifurcation, this separation between legitimate national security and military operations and the deep black programs that are unacknowledged. یه چیزایی هستن توش میگه میمونی. حالا من نمیگم حالا همش درسته، ولی خب ذهنو قلقلک میده. تو میری دنبالش ببینید چیه. اگر برای جذاب این موضوع و اگر احساس کنین که بابا ما این همه مدت زندگی میکردیم پس چنین چیزایی هم وجود داره، یه مقدار به هم میریزتت. من خودم اینو بهت بگم، این موضوعات انقدر برام مهم بود، نه فقط این موضوع، اینکه دور و برمون چی میگذره برام مهمه. میگم که تو مریض این داستانی، تو باید تر یه چیزی رو در ول نمی‌کنی. آره، فقط این نیست، تو همه چی مهمونی بودم، بعد تو مهمونی اتفاقی مثلا 4-5 نفر بودیم، افتاد روی کانالی که داشت در مورد همین موضوعات صحبت میکرد، بعد یه چیزی شنیدم که تا حالا نشنیده بودم. ببین تمام مدت و مهمونی من توی موبایلم بودم داشتم سرچ میکردم و زودم رفتم خونه که ببینم داستان این چیه. دو روز گشتم آخر فهمیدم که نه، این خالی بندی بود، خیالم راحت شد. بعد منو مسخره میکنه تو مهمونی تو گوشیشه. نه خب گوشی داریم تو گوشی، من داشتم مطلب علمی چک میکردم. داره. این فیلم، حالا در مورد فیلم صحبت کردیم، فیلم من این بلک بود. آره، معروف ویل اسمیت بازی. ویل اسمیت. خب ببین ما یه تو همون دوره‌ای که پروژه کتاب آبی ساخته شد، هم فیلمش، حالا منظورم اینه که این پروژه انجام می‌گرفت، کسایی که مثلا می‌دیدن بعدش می‌گفتن یه سری مردان سیاه‌پوش می‌اومدن ازشون سوال می‌پرسیدن. او اینم یعنی به مثلا اون داستان ربط پیدا می‌کنه، چه باحال. آره، این از رو اون ساختن من این بلک رو. ببین یه چیزایی هم اتفاقیه ها، مثلا یه فیلمی یارو مثلا سیمپسونا بود، خود سیمپسونا اصلا خیلی عجیبه که مثلا مثلا شوخیش هم در اومده بود که آقا تو سیمپسونا دیدی من آخر فارغ التحصیل میشم یا نه، یعنی دیگه هر اتفاقی داره میخواد در آینده بیفته تو رفرنس میزنی به اون. حالا من کاری به اون ندارم، ولی اینکه انقدر یه چیزی بولد میشه، من به نظرم نمیدونم، من بازم فکر میکنم همه اینا آماده سازیه برای حالا شاید نه نسل ما ولی نسل بعدی، که حداقل ببینه بگه اوکی حالا این فیلم دیدیم، حالا واقعیش هم تیم ببینیم دیگه، یا از در مستند یه ذره وارد چن به داستان. یعنی تو اینکه اصلا یه چیزی که اصلا هیچی راجبش نشنیدی یهو بگی که الان امشب اعلام بکنن که یه کره جدیدی کشف شده که با سرعت نور که هر سال هم این قضیه میاد داره به سمت زمین میاد، قراره بخوره به زمین، زمین رو قراره نابود کنه و کلی اتفاقای این مدلی بیفته، که اصلا این خودش هم اصلا ایست عجیبی ها. دقت کردی هر سال یه داستانه این مدلی میاد؟ خب آخه هست، آخه همیشه بوده، حتی چرا نخورد؟ چرا ما زنده ایم هنوز؟ اون شهاب سنگه که داشت میومد چرا هیچی نشد؟ آخه یه چیز بهت بگم، مثلا بهت میگم مثلا 5000 سال یا 10000 سال توی تاریخ یه نقطه است، چیزی حساب نمیشه. حتی همین مریخی که الان میبینیش، که میگم مثلا مریخ ممکنه برای سکونت انسان‌ها مناسب باشه، دلیلش اینه که مریخ قبلا بخشی از کره زمین بوده که در اثر برخورد شهاب سنگ جدا میشن این تیکه ها و یه جا دیگه به هم میپیوندن و اینا مثل کوره داغ بوده و سرد میشه تبدیل میشه به مریخ. چیزی عجیب نیست تو این دنیا، خود ما عجیبیم. به نظر عجیب ترین چیز ما چی هستیم؟ کیم؟ من نمیدونم. آخه خودشو میدونه، آقا من عجیبم. ولکن این هم جزو برنامه زنده است، افتاد رو سرم. خب آقا برای اینکه فقط یه جمع‌بندی بکنیم، یه داستانم کلن توی واکی تاکی، حالا بعد نیست الان باز بگم. بچه‌ها ما کلن داستانا رو باز میکنیم و هی بیشتر راجبش صحبت میکنیم، قرار نیست یه اپیزود صحبت بشه که همه توقع دارن تو همون یه اپیزود جمع‌بندی بشه، نمیشه. میخوایم بین 40 تا 50 دقیقه پادکست باشه. کلن هم
دوست داریم که این بحث ها ادامه داشته باشه. برای همین جنبندی اگه میکنیم بعد دوباره حالا میایم سراغش. تو برای اینکه بخوایم به یه نتیجه گیری هم نمیشه گفت، نمیشه نتیجه گیری کرد. یه قیاس کلی بگیم از این داستانی که بود، چی دوست داری بگی برای حرف پایانی با مخاطبای خواستم تشکر کنم از شما، از همه، از وقتی که در اختیار من قرار دادید. نه ولی حالا جدا از شوخی، من خیلی دوست داشتم با آدمایی آشنا می‌شدم که اونا هم مثل من علاقه‌مند بودن و همینطور برخورد داشتن، دیدن. من یه بار تو اینستاگرام هم استوری گذاشتم که من مثلا دیدم کسی دیگه هم هست، دیدم خیلی‌ها دیدن و عجیب بود برام که این هم آدم دیدن و چیزی نمیگن. خب خیلی دوست داشتم اتفاق بیفته و الانم حالا این موضوع یا موضوعات مشابه اگر کسی اطلاعاتی داره یا برخورد کرده، چیزی دیده، منظورم موضوعات مثل موضوعاتی کیارش دنبال میکنه، نه موضوعاتی که بیشتر حالت یه ذره ساینس فیکشن دیگه، یه ذره شاید ثابت شده هم هست، حالا نمیخوام بگیم 100%، ولی آره میگم یعنی یه ذره علمی شد. جناب بیان به تو یا من مسیج بدم و این باعث میشه که هم کیفیت بحثی که ارائه میدیم بره بالاتر، هم برای خود من به شخص جذابه. اصلا 100% این قضیه اصلا هست. یعنی من گفتم 4 تا قسمت اول که الان دیگه تموم شد، در واقع فصل اول نمیخوایم بگیم، ولی 4 نفری که هستیم با من 5 نفر معرفی شدن، حالا از قسمت‌های بعدی دیگه بچه‌هام وارد بازی میشن. حالا اگه داستانی میدونن، فکتی میدونن، هر حرفی برای گفتن دارن، قطعاً از قسمت‌های بعدی میان تو کار. بگو ولی یه چیز داشتی میگفتی. آره ولی در مورد موجودات فضایی که مثلا ما الان من توی ایران زندگی میکنم دیگه، خب ما که هر روز داریم موجودات فضایی میبینیم، ولی موجوداتی که از سیاره های دیگه بخوان بیان برای من به شخص جذابه که ببینم. چرا؟ چون موقع میفهمم که پس این دنیا خیلی پیچیده تر و گسترده تر از اون چیزی که ما فکرش رو بکنیم. برای اون کسایی هم که میترسم باید بگم که درست نترسیم، نترسیم ما هم نه منظورم اینه که آدم از چیزی که نمیدونه قطعا میترسه، ولی اجازه بدین که یه مقدار وارد این داستان بشیم، چون اینو کمک میکنه به ما. مثلا موضوعی که ترسناکه، درسته این موضوع به نظرم خیلی ترسناک نیست، باعث میشه که ما بفهمیم که تنها نیستیم، فقط ما نیستیم توی این کهکشان حالا یا هر چیزی که هست. خب این خودش حس خیلی خوبیه. قبول دارم، قبول دارم. آقا ما خدافظی که نداریم، مثلا همونطوری که سلام نداریم، به خاطر اینکه هستیم جایی نمیریم که. برای همین یه چیز داریم، یه صدای درخواستی داریم که همیشه بچه‌ها می‌پرسن تو دوست داری صدای در من دیگه می‌فهمم میدونم چیه، ولی می‌خوام بگی دیگه این صدایی که الان میاد میره توی تیتراژ چی باشه؟ من اول فکر کردم که از این صدایی کلیشه‌ای که تو فیلم هم استفاده میشه در مورد مشابه پرنده و اینا، بعد یا همین الان یه چیزی یادم اومد. آره یه چیز دیگه یادم اومد، صدای خورشید. خورشید یه صدایی داره که جدیدن صداشو کشف کردن، این صدا رو بذار. اینو باید برام بفرستی، ندارم خورشید. ولی الان اعتمادم فرستادی و میذارم.